آصف آشنا، پرسش نغمه و پاسخ کنایی حکمتیار. حکمتیار، نیروهای دولتی با انگیزه مقدس به جنگ نمی روند. ارگ، طالبان آدرس اصلی صلح را گم کردند. و در اخیر، جو بایدن، افغانستان پارچه پارچه است. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. امیدواریم تا پایان ویدیو ما را همراهی نموده و برای حمایت از ما ویدیوهای ما را با دوستانتان شریک سازید. آصف آشنا در صفحه رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است: پرسش نغمه و پاسخ کنایی حکمتیار. حکمتیار در مصاحبه دیشب با تلونیوز راست و دروغ سیاسی بسیار گفت، هم در ارائه روایتش از چند و چون جنگ های داخلی، هم در نگاهش به کلان روایت سیاسی در افغانستان، هم از نوع نگاه و رابطهش با طالبان، امریکا و جامعه جهانی. ولی وقت با خانم نغمه، هنرمند آوازخوان سرشناس کشور مقابل شد، حکمتیار در پاسخ هم به زنان هشدار سیاسی داد و هم به یک کنایه تلخ و زشت متوسل شد، کنایه سنگر فرستادن نغمه. همچنان ملک ستیز در واکنش به مصاحبه حکمتیار در صفحه رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است: آقای حکمتیار، کهولت شاید سبب شد که سه دستاورد مهم را در گفت و شنودتان فراموش کنید. چرا نگفتید که شما از یکی بازماندگان بی همتای دکترین برژینسکی در جهان هستید؟ چرا نگفتید که جهادیزم شما را جنگ سرد مانا بخشید؟ اندکی تصور کنید که اگر هژمونی فکری برژینسکی و نخستین محموله 80 میلیون دلاری کارتر در سال 1980 که بعدها سالانه به 280 میلیون رسید نمی بود، حالا جای شما کجا بود؟ چرا نگفتید حزبتان بانک تجارتی اسلامیزم در پاکستان بود که منابع گسترده را از غرب و جهان عرب می دزدید و به نام جهاد می بلید؟ از ملاقات های پنهانی حزبتان با بانک تجارتی حمایت از جهاد افغانستان که از سوی ISI مدیریت می شد هیچ چیزی بیاد ندارید. شما دیدارهای ترکی الفیصل را بیاد ندارید که در گرد همایی جنرالان پاکستانی و به رهبری ضیاءالحق امر تخریب کابل و نظام سیاسی را به شما سپرد که از لطفتان بر این امر دریغ نکردید. شما نگفتید که در نابودی ارتش مجهز هم دست نواز شریف بودید. وقتی مصاحبه شما را در تلویزیون دیدم، دو گزینه ذهنم را مشغول ساخت. شما خیلی نسبت به خود و حزب فراگیرتان لطف دارید. این مهربانیتان در حق خودتان خیلی بالاتر از حزبتان است. شما فکر میکنید همه مردم افغانستان از عقل و حافظه زائل شدند. به هر دو صورت پیشنهاد میکنم به روان پزشک مراجعه کنید. حتما گزینه سوم و چهارم را هم شناسایی کرده و چاره خواهد سنجید. حکمتیار، نیروهای دولتی با انگیزه مقدس به جنگ نمی روند. رهبر حزب اسلامی افغانستان گفت که نیروهای دولتی با یک انگیزه مقدس به جنگ نمی روند. به گزارش اسپوتنیک به نقل از تلونیوز، گلبدین حکمتیار نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفت نیروهای دولتی با یک انگیزه مقدس به جنگ نمی روند، بل فقر و بیکاری سبب شدند که آنان در نهادهای نظامی استخدام شوند. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که دیروز شنبه 23 سنبله در یک نشست با زنان در کابل سخن می زد، افزود از بهر نبود فرصتهای کار 22 هزار تن از شهروندان کشور در یکی از نهادهای دولتی به 8 بست درخواست کار دادند. حکمتیار همچنان تاکید کرد که روزانه بیش از 300 نیروی دولتی جانهایشان را از دست می دهند و اگر حکومت کنونی ادامه پیدا کند، اوضاع کشور بیشتر از این بحرانی خواهد شد. هر روز از 10 تا 12 جنازه نیروهای امنیتی به بدخشان می آید. اینها هیچ کدامشان به تقدس این جنگ باور ندارند. مجبوریت اقتصادی اینها را وادار کرده که بروند به نیروهای امنیتی بپیوندند. حکمتیار حکومت وحدت ملی را مانع صلح می داند و می گوید فرمان اشرف غنی تا 100 متری ارگ عملی نمی شود. زمان خون در رگشان حرکت کرد که ترامپ مذاکرات را لغو کرد. جان گرفتن به ادامه جنگ خوشحال شستند. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می افزاید: رئیس جمهور به خاطر برنده شدنش در انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان
مجرمان را از زندان رها می سازد و از تمامی امکانات دولتی به سود خودش کار می گیرد. رئیس جمهور می تواند هم چوکی را رشوت بدهد، هم زمین و هم جنایتکاری را که محکوم به عفو شده با افتخار و اعزاز از زندان رها کند. اما صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور اظهارات آقای حکمتیار را درباره نیروهای امنیتی غیر مسئولانه و توهین‌آمیز می داند. آقای صدیقی که پس از چاش دیروز در یک نشست خبری در کابل سخن می زد، حکمت گفت حکمتیار باید معذرت بخواهد. این اظهاراتشان غیر مسئولانه است. ما این را توهین تلقی می کنیم به نیروهای خود و ما خواهان این هستیم که آقای حکمتیار عذرخواهی بکند از نیروهای امنیتی افغانستان. یادآوری میکنیم که در حدود 10 روز دیگر از پیکارهای انتخاباتی باقی مانده است. نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تلاش همه روزه در حال معرفی برنامه ها به مردم هستند. در ادامه این پیکارها امروز شمار از زنان پشتیبانیشان را از حکمتیار اعلان کردند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 مای میزان برگزار شود. در این انتخابات 17 تن نامزد هستند. ارگ طالبان آدرس اصلی صلح را گم کردند. ارگ ریاست جمهوری در واکنش به سفر هیئت طالبان به مسکو میگوید که این تلاش ها و سفرهای طالبان نتیجه نخواهد داد. به گزارش اسپوتنیک به نقل از روزنامه 8 صبح، صدیق صدیقی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری دیروز در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد که سفر هیئت طالبان به مسکو نماینگر شکست قطعی سیاسی این گروه میباشد. صدیق صدیقی طالبان آدرس اصلی صلح را گم کردند. آنها به جای اینکه با دولت و مردم افغانستان که آدرس اصلی صلح هستند وارد گفتگو و مذاکره مستقیم شوند، با آدرس های دیگر مراجعه می کنند. با این حال سخنگوی گروه طالبان می گوید که سفر هیئت 3 نفری این گروه به مسکو از قبل برنامه ریزی شده بود. به گفته وی شیر محمد عباس سانگزی در رأس این هیئت قرار دارد. گفتنی است روز گذشته 14 سپتامبر زمیر کابلوف نماینده خاص رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان در تیریان دیدار هیئت طالبان در مسکو گفت که روسیه خواستار از سرگیری مذاکرات صلح بین الافغانی و ایالات متحده آمریکا است. طالبان نیز به نوبه خود اعلام کردند که آماده هستند مذاکرات با آمریکا را ادامه بدهند. یادآوری میکنیم روز دوشنبه 9 سپتامبر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت که مذاکرات با گروه طالبان در خصوص روند صلح افغانستان مردند. جو بایدن، افغانستان پارچه پارچه است. جو بایدن معاون رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا گفته است که افغانستان 3 کشور است. با گزارش سپوتنیک به نقل از کشور نیوز، جو بایدن نامزد حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا در مناظره تلویزیونی گفته است که افغانستان قابل جور شدن نیست و با پارچه های مختلف تقسیم شده است. جو گفت وقتی که پاکستان 3 ولایت افغانستان را در شرق این کشور کنترل می کند، نمی توانیم افغانستان را درست کنیم و نیز گفت که سربازان آمریکایی از آنجا خارج شوند و در عوض پاکستان پایگاه‌هایی را به این سربازان در اختیار آمریکا بگذارند تا واشنگتن بتواند برای جلوگیری از تروریسم وارد عمل شود. جو بایدن تمامیت ارضی افغانستان را زیر سوال برده و با رقبای خود راه حل حکومت فدرالیسم را برای افغانستان پیشنهاد کرده است. دوستان عزیز، ما منتظر انتقادات و پیشنهادات سالم شما جهت بهتر شدن محتویات بعدی این کانال می باشیم. این بود ویدیو امروزی. تا ویدیوی دیگر، بدرود.